دادگستری کردستان با صدور اطلاعیه‌ای میگوید رامین حسین پناهی زندانی محکوم به اعدام کرد مشی مسلحانه و تروریستی را دنبال می‌کرده است و دشمنان نظام جمهوری اسلامی قصد دارند او را تبرئه کنند. حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا به این اطلاعیه واکنش نشان داد. امروز طی بیانیه رسمی در 20 بند به اطلاعیه دادگستری استان کردستان رسما پاسخ دادم. مستند بیانیه بنده اوراق پرونده و قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران هست. طبق اوراق پرونده موکل از به محض ورود به ایران تا سنندش تحت کنترل نیروهای امنیتی بوده و در ورودی سنندش وقتی به اینها حمله ور میشن سه نفر از همراهان موکل کشته و موکل به صورت بیهوش مصدوم دستگیر میشه. بنابراین فرد بیهوش نمیتونه دست به اسلحه برده باشه. در ثانی موکل در جلسه 25/10/96 رسما در جلسه دادگاه اعلام کرد که هنگامی که در انفرادی بوده و در بازداشت موقت تحت شکنجه نیروهای امنیتی قرار گرفته طبق اصل 38 قانون اساسی ایران اقرار حاصل از شکنجه نمیتونه مستند قرار بگیره و فاقد اعتبار هست و از درجه اعتبار ساقط هست. اما متاسفانه به این امر رسیدگی نشد. موکل صرفا برای دیدار با پدر و مادر خود وارد استان شده بود و هرگز قصد ترور یا انجام عملیات مسلحانه نداشته، چون این تشکیلات کمده دیگه عملیات تروریستی یا ترور را در کارنامه خود ندارند و چنین کاری را انجام نداده موکل بنده. در کل آنچه که وجود داره بنده اعلام کردم دادرسی پرونده منطبق با قانون نبوده و از یک دادرسی منصفانه و عادلانه نبوده، چون که اتهام بقی مستلزم تحقق عناصری است که هیچ کدام از این عناصر نسبت به موکل محقق نشده. روند رسیدگی بسیار سریع بوده. 20/12 پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع میشه و ظرف یک ماه فوراً رأی صادر میشه، در حالی که یک پرونده عادی حداقل یک سال طول میکشه تا بره دیوان و تصمیم شایسته در این مورد گرفته بشه. انهای با عنایت به اینکه موکل خود را بیگناه طبق اوراق پرونده میدانم، این اطلاعیه منطبق با قانون نیست و تسریع در اجرای حکم نمیتونه منطبق با قانون و شرع در ایران باشد. رامین حسین پناهی 4 روز پیش برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شد، اما در پی فعالیت‌های کنشگران مدنی و سیاسی و جلب توجه افکار عمومی او مجدداً به سلولش در زندان بازگردانده شد. سازمان عفو بین الملل نیز با صدور بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بود اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی را متوقف کند.